عبدالرحیم شریفی از تخار پرسان کردن که سوال دو جز دارد جز اولش طبقه نیسا که در مدارس خصوصی در بخشای نازره حفظ کتاب مصروف خدمت هستند در حالی که این طبقه این طبقه مریض ماهوار و غیره مشکلات دارند خون میبینند در اسنایی که مریض هستند و خون میبینند آیا در این صورت برای اینها از طرف شریعت اجازه به درس و تدریس هست و اینها درس و تدریس کرده می توانند یا نه همین سوالی که یک جز دارد چند جز دارد جناب انگامی که مادران و خواهران قاعده می شوند یا حالت زایمان خوندیزی ها دارند در آنجا صرف یک قرآن را سرش می اندیشیم از یاد قرآن خواندن نمی تواند و از روی خواندن نمی تواند به قرآن مس دست زدن نمیتواند بلکه تنها کاری را می تواند گوش گرفتن است اگر استاد کلاس حفظ بوده باشد شاگردان بخوانند و این گوش کند نه بخاند و نه هم نه هم به قرآن دست بزند امین وضعیت است ای برداشت برداشت مجتهدان امت اسلامی از احادیث و آثار صحابه است مگر برخی از شخصیت های ظاهری و پیروانی آنها اجازه داده ان. اجازه داده که بخوانن ضرورت است و یا هم برخی داشته در جهان که روی ضرورت گفتند به برداشت شخصی من ضرورت به مفهوم اصلیش آنجا نیست ما یک دوره ناگزیر قایده و بیمارن اینجا ما نه زن ستیزیم نه این اهانت و کسری شهن زن عنوان می شود اما باقی در کتاب ها او قرآن نیستند کتاب صرف و نه و غیره حق تدریس را دارند امیدوار است موضوع را گرفته باشی اما جز دوم گفتند که برخی ها میگوین پیچکاری استعمال میکنند تا ماوارشان خشک گردد در این صورت حکم در حکم آیز میرود یا خیر در گام نخست پیرامون این موضوع خدمتتان عرض کنم این است که استفاده از داشته های تیبی برای جلوگیری از خون ها دو بود دارد یکی بود شرعی دارد که گناهکار می شود یا خیر عذاب می شود یا خیر تحقیق متخصصان فقه امت اسلامی امیز از بود شرعی اشکال ندارد مگر تا آنجا که من با متخصصان طب مشوره کرده ام این زیان تیبی دارد همچون زنها با ها گرفتار می شوند چرا؟ از اساسات تیب که ابن سینا قانون مانده است سه اصل دارد یکی به معنای چیز استفراغ بدن از مواد فاضله یکی از اساس تیب قانون ابن سینا که در زاد المعاد هم بخشهای تیبی را ما مرور کردیم و خواندیم این است که بدن از مواد فاضل باید فارغ گردد انگامی که خورد و نوش صورت میگیرد آنجا که به داخل می رود به جوف انسان ها باید مسیر بیرون شدن داشته باشد مواد اضافی به اندازه که بدن نیاز دارد جذبش می کند پس از جذب بدن باقی باید مسیر بیرون رفت داشته باشد اگر نداشته باشد باعث ضربه زدن صحت و پیکره صحت انسان هاست عین شکل مسئله قاعده زنان ای بحث نیست که در وجود زن به عنوان کسر شهن زن توهین به زن و اخفای شخصیت زن زیر زدن زن به دست کم گرفتن بوده باشه او تو نیست بلکه وجود زنانه طوری به قدرت الهی ساختدار بافت و ریخت گرفتهاند که باید ماهانه ماوار شوند و داشته های اضافی از بدن تخلیه گردد از این رو اگر رحیم زنان کشیده شود بیرون انداخته شود خیلی ابعاد منفی متوقع و ساید فکر عوارض جانبی دارد بناا پس سر اصل موضوع می آیم جوان عزیز از دید شریعت دوا گرفتن اشکال ندارد به این معنا پیش از شروع قاعده دوا گرفت و قاعده نشد می تواند نماز بخواند می تواند تدریس کند هر کار کده می تواند مگر یک استاد مدرسه سال از دوازده ما دوا گرفتنش زیانی تیبی ضربه بر صحت آن است علم خو یک صفتی است که به ذاتش قائم است در پایان ذاتش از بین می رود می میرد از این خاطر این زیان ها را در نظر بگیرند سلامت و آرام آسوده باشید امیدوارم که برنامه امروزی ما را نیز علاقه مندانه شنوا بوده باشید دعا می کنیم پروردگار در هر گوشی دنیا که هستید شما را در از گزند و حوادث زمان نگه دارد و باقی عمر ما را در راه خدمت دین مصرف بگرداند اولادای صالح و ذریه طیبه نصیب ما بگرداند آواره و مهاجر در هر گوشی دنیا هن. عزتمندانه و شرافتمندانه به زادگاه اصلیشان برگرداند آنانی که همیش در کومنت ها سلام نوشته میکنید پاسخ همه را یک جایی میگویم که علیکم السلام و رحمت الله و برکاته